سلام همتنه گلم، امیدوارم که همه شما عزیزات جون و تیار باشین. امروز مایوم مکرانی تیار کنم، امیدوارم که خوش شما بیایه. و همچنان تشکری خاص میکنم از کامنت ها شما، خیلی خوشحال میشم وقت کامنت ها شما میخوانم. جهان سپاس از همه شما عزیزان. خب حالا میریم موادی که برای مکرونی لازمه میبینیم. یک دونه پیازی که میر قبلا ریزه کردم، دو عدد کچلو متوسط و همچنان سویا که می اینا رو 5 دقیقه پیش نم کردم، کالباس، یک قاشق زردچوبه، یک قاشق فلفل سرخ که البته دلخواه، یک قاشق پودر فلفل سیاه، یک قاشق نمک، 3 قاشق بادمجان رومی، روغن و این هم مکرونیه. و اینجگا هم یک دونه کچولی داریم برای زیر مکرونی. خب دوستای عزیز، من دیگه او کردم، گذاشتم تا جوش بیاد برای مکرونی و حالی هم منتظرم تا روغن داغ بشه تا کچلوها خود کالباسار سرخ کنه. حال عزیز ایدل کچلوها سرخ میکنی. خب عزیزای دل، تا که کالباس خود کچلو سرخ میشه ما مکرونی ها خود خود میکنیم. شما میتونیم به هر اندازه که تعداد فامیل شماه به همه اندازه مکرونی ها خود کنیم. خب دوستای عزیز، کچلو سرخ شده، کچلو بارا میکنیم و حال کالباس ها هم سرخ میکنیم. خب عزیزای دل، کچلو سرخ شد، حالی هم منتظرم تا کالباس ها سرخ بشه و اینجگا هم او به جوش آمده. یه قاشق نمک اضافه میکنیم، خود مقداری هم روغن و حالی هم مکرونی خود مندازیم به تعاب تا جوش بخوره. خب عزیزای دل، مکرونی رو با مدت 10 تا 12 دقیقه جوش میدیم و حالی هم کالباس سرخ شده، کالباس رو هم بالا میکنیم. عزیزای عزیزم، کالباس ها خود کچلو ها سرخ شده و حالی هم ما پیاز رو سرخ میکنیم. و مکرونی هم اینجا در حال جوش خوردنه. دوستای عزیزم، من روغن و نمک به این خاطر استفاده کردم به طعم مکرونی، به خاطر از اینکه مکرونی ها خود هم نچسبه. به طعم مکرونی از این سویا استفاده میکنم. پیاز ها سرخ شده، حال وقت از اینه که سویا رو اضافه کنیم. خوب خود هم مخلوط میکنیم. دوستای عزیزم، من مکرونی رو 10 دقیقه جوش دادم و حال مایم که مکرونی رو صاف کنم. و حالی هم خود اوسه اینا رو آپدیت میکنم. خب دوستای عزیزم، من سویای خود پیاز 5 دقیقه سرخ کردم و حالی هم کالباس خود کچلو رو اضافه میکنم. خوب خودی هم مخلوط میکنیم. خب حالی هم فلفل سیار اضافه میکنیم، زردچوبه، مرچ سرخ که دلخواه و یک قاشق هم نمک، مخلوط میکنیم. عزیزای دل، من 3 قاشق رو به خود او یک جا مخلوط کردم و حال باله مواد اضافه میکنم. شما میتونیم به هر اندازه که رو به دوست داشته باشین به همون اندازه استفاده کنیم. نظر به مکرونی خود.
چون بعضی از دوستان ما زیاد روب استفاده نمی کنن، به همون خاطر شما به اندازه ای که دوست داشته باشین به همون اندازه روب بریزید. خب دوستان عزیزم، من روب خود موادا 5 دقیقه تفت دادم، عالی هم او گرم اضافه میکنم و میگذارم که 5 دقیقه خود هم خوب جوش بخورم. دوستان عزیزم، مواد آماده شده و من زیر دیگه چرک کردم که کچلوار بچیندم. این کچلوار برای از اینه که تدیگی خیلی خوشمزه میایه. دوستان عزیزم، حال ماکرونی رو به تدیگ میریزیم. و حال از این مواد برو ماکرونی میریزیم. عزیزای دل، شما همین مرحله را تکرار میکنیم. خب دوستای عزیزم، من ماکرونی خود موادا به تدیگ بچیندم و حالی هم ماکرونی به مدت 20 دقیقه به حرارت ملایم میگذاریم تا دم بکشیم. خب دوستای عزیزم، حال 20 دقیقه تیر شده و میریم سر دیگه باز میکنیم و ماکرونی خود موادا خوب قاطی میکنیم. ماکرونی خوب دم بگرفته. عزیزای دل، بعد از 20 دقیقه ماکرونی تیار شد. امیدوارم خوش شما آمده باشه و حتما از این ماکرونی خوشمزه تیار کنیم و اینم کچلویه که من برای تدیگ استفاده کردم، حتما امتحان کنین، خیلی خوشمزه میایه. تشکر از اینکه چند دقیقه خودم بودین. جهان سپاس از شما عزیزان. شب روز شما خوش. خدا نگهدار.